بعضی از کلمه ها هستند که جاشون ثابته، مشخصه، فیکسه. مثلا شما حق نداری کلمه never رو از اون جایی که الان اون تو جمله اول میبینی گذاشتم I never drive، حق نداری شما اون never رو بیارید مثل تو جمله پایینی اول جمله بگی never I drive. حق نداری مثل جمله پایینی never رو آخر بیاری I drive never. پس جای never جلوی I پشت drive. هر کس دیگه هم جور دیگه بگه غلطه. حالا حتی انگلیسی زبان باشه اینجوری هم نیست هر انگلیسی همیشه درست صحبت میکنه. ممکنه یه نفر یه جایی یه چیزی رو جابجا بکنه یا اتفاقی یا زبون نچرخیده، ولی به هر حال درستش اینه. ها، جای never اونجاست. یک سری کلمات وجود دارند، یه سری عبارات وجود دارند مثل همین never. این عبارات یه لیست مشخصی دارن بچه ها. خب من اون لیست مشخص رو توی گروهتون تو واتساپ قرار میدم، اون رو داشته باشید. توی اون لیست نوشته مثلا کلمه شماره 1, 2, 3, 4 نهایتاً 30 تا کلمه است. از این 30 تا 15 تاش به درد میخوره کلن، از این 15 تا 10 تاش قابل استفاده است، تقریبا 5 تاشم به درد من و شما آدم معمولی میخوره که تو زندگی استفاده بکنیم ازش. پس چیز زیادی نیست. این کلمات و عبارات هر کدوم جایگاهشون توی جمله خودشون فیکس و ثابته. اما بعضی وقتا برای تأکید خیلی 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 بیشتر، وقتی میگم تأکید نه اینکه همینجور واس خودت بگی من الان دلم تأکید خواست، نه، برای تأکید بسیار بسیار زیاد یا برای رسمی کردن اون جمله، میان اون کلمه مشخص به عنوان مثال never رو، جمله چهارمو ببین، میارن اول جمله. خب حتی تو فارسی هم داریم، من میگم من هرگز رانندگی نمی کنم، من هرگز رانندگی نمی کنم، یا هرگز رانندگی نمی کنم من، انقدر اصرار نکن. خب این never رو که حالا شما آوردی اول جمله اشتباه کردی. یعنی چی اون never رو برای چی آوردی اول جمله؟ چه کاریه؟ جاش مگه جلوی آی نیست؟ میگی حالا آوردم دیگه، انگلیسی زبان ها هم دوست دارن این کارو بکنن. حالا زبانشناسا میگن حالا که مردم دوست دارن never رو بیارن اول جمله برای تأکید، ما هم یه خودی نشون بدیم زبانشناسی، ما هم یه قانونی بذاریم، میگیم ای مردم حالا که شما بی خودی این never رو آوردی اول جمله اشتباه کردی، بیا بهاش رو بپرداز. بهاش اینه که اون جمله باید از حالت غیر سوالی به حالت سوالی تبدیل بشه، فقط از لحاظ ظاهر. یعنی فقط ظاهر جملت رو سوالی میکنی، اما سوال نیست. ببین علامت سوالم نمیخواد. الان never I drive بوده، ما جلسه دوم سوم یاد گرفتیم که سوالی کردن یه جمله‌ای که کن و کود و شود و ام و ایزار اینا نداره دوداز میخواد. خب I drive شده do I drive، never do I drive. این سوال نیست، این یک جمله معمولی غیر سوالیه. فقط شما چون never رو دلت خواسته بیاری اول جمله، never تو اون لیست کلمات اینورژنی بوده، حالا باید بهاشو بدی و جملتو فقط از نظر ظاهر سوالی بکنی. الان اون پایین رو نگاه کن، پایین شما میخوای بگی اول اون پایینیه، غلطش رو ببینیم. هرگز تو نباید به اون زنگ بزنی، هیچ وقت نباید به اون زنگ بزنی. ببین درسته تو فارسی، درسته؟ خب تو انگلیسی میگه مگه معلم شما جلسه اول بود یا دوم بود بهتون اینو گفتم، گفتیم که never و always و often و اینا جلوی اون you، حالا اگرم مثلا should داشته باشه ممکن مثلا you should never، به خاطر should جلوی should میذاریم اون never رو. خب گفتیم جاش اونجاست. اما حالا که
شما میخوای never رو بیاری اول جمله تاکید بکنی، هرگز نباید به اون زنگ بزنی اینجوری. پس بنابراین جمله تو لطفاً قیافش رو سوالی بکن. خب you should میشه should you، never should you call him، هرگز نباید به اون زنگ بزنی. این کلمات گفتم مشخصه، یعنی مثلا شما نباید سوال بپرسی. always هم میتونم این کار رو کنم، میگم نه. usually چی؟ نه. فلان چی؟ نه. آقا یه لیست مشخصی داره، شما اون لیست رو فقط میتونی این کار رو بکنی. مثلا too long جز ایناست. فیلم ارباب حلقه رو اگر شما نگاه بکنی، توی یه قسمتش این جادوگر بدجنسه داره به خواهر یه دونه سرباز خوبه نگاه میکنه، بعد این سربازه قاطی میکنه، میگه که ببین دیگه بیش از حد داری نگاه میکنی، یا داری ظلم میزنی. جمله یه عادیش این بوده: You have been staring at my sister too long. حالا too long رو میاره اول جمله که خشمشو نشون بده. Too long have you، نمیگه you have، too long have you been staring at my sister. خب پس شما اولین لیست رو باید بدونید، لیست رو که متوجه شدین اینها رو میارین اول جمله، این شکلی میشه. الان بچه ها به صورت اینورژن به من بگین ببینم چه کاری رو هرگز نمی کنی. مثلا من عمرن برم سینما فیلم ایرانی نگاه بکنم، نه اینکه بد باشه ها، حوصله‌ام نمیگیره. Never do I go to the movies. شما چی؟ مثلا میگی من هرگز آشپزی نمی کنم، من اصلا دست به سیاه‌سفید نمی زنم. Never do I. شما بگین ببینم. Never do I go concert فعله. Never do I play football. حواستون هم باشه وقتی لهجه شما آمریکایی هست، الان فوتبال از اون فوتبال آمریکایی یا راگبی از اون خشناست. شما اگر لهجت آمریکاییه مثلا میگی I work پس بعد بگی soccer به فوتبال. Never do I call him. Never do I tell lies. Never do I eat. کله پاچه. Never do I jock. منظور tell jokes. Never do I watch TV. Never do I tell jokes. جوک گفتن. Never do I talk to strangers. خب حالا بچه ها بازم میگم ببین این تاکیدش خیلی زیاده، مثل نقل و نبات نیست همینجور هر وقت دلت خواست استفاده بکنی. شما یا باید با خارجی ها صحبت بکنی، وقتی حرف میزنی لابلای حرفاشو میفهمی اینجا تاکید میکنه پس منم بفهمم، اینجور جاها میشه تاکید کرد. یا فیلم نگاه میکنی، تو فیلم ها متوجه میشی چه زمانی این اینورژن و تاکید لازمه. خب حالا من الان از شما عمدن میخوام با تأکید بسیار به فلانی بگو تو هرگز نباید فلان کارو بکنی. Never should you. اینو خیلی راحت میتونی تو آیلست استفاده بکنی، نمره آوره. تو رایتینگ، تو سپیکینگ هم میشه، فرقی نداره سپیکینگ و اینا. smoking فعل نیستش، smoke خودش فعله. ببین ing چرا تبریزی، نگاه کن بهتون یه چیزو گفتم دیگه، شما الان میگی smoking، به خودت بگو چرا ing گذاشتم، میتونی توضیح بدی؟ نه. دلیلی داری؟ نه. پس غلطه. حالا از من میپرسی رامین چرا مثلا گفتی never should you smoke، میگم خب جلوی اون شود فعل شما باید ساده بیاد، ing جلوی شود نمیاد که، من توضیح دادم. Never should you drive fast.
خب یه دونه از تابلو ترین های این ورژن بچه ها، یه دونه از تابلو ترین های این ورژن کلمه not onlyه. Not only. خب بذاریم براتون بنویسم. Not only but also. بچه ها من میخوام بگم که نه تنها من کار میکنم بلکه درس هم میخونم. Not only رو شما رفتی خوندی، توی اون لیستتون هست، لیست رو خوندی میدونی Not only از اوناست که میاد اول جمله. پس Not only رو اگر اول جمله گفتی، اون جمله رو قیافش رو سوالی کن. نه تنها کار میکنم، I work میشه Do I work. Not only do I work but also I study. نه تنها من مثلا با تو میام بلکه به حرفت هم گوش میکنم. Not only، حالا اگه آینده باشه Will I come with you، همیشه باشه Do I come with you. خب شما الان دو تا کاری که همیشه انجام میدی و بگو نه تنها این کارو میکنم، اون کارو هم میکنم. مثلا میگم ببین خونتون کی آشپزی میکنه، کی ظرفا رو میشوره. میگی نه تنها من آشپزی میکنم بلکه خودم هم ظرفا رو میشورم. حالا هر کاری که دلت میخواد شما بگو. Not only do I، چون که حال ساده است do I داره بچه ها. اگر مثلا با can و could و اینا بود، با can و اینا جا به جا می شد دیگه سوالی کردنمون. Not only do I work out، work تو اشتباه نوشتی، but also I cook. میرزاپور اون آی رو الان به چه مناسبتی شما پاک کردی؟ Not only do I study but also I do. Not only do I study English but also I work. I pay for. Not only do I work but also. فقط اون ببین الان طرف میگه دومی هم باید سوالی بکنم. میگم ببین not only در ابتدای کدوم جمله اومده، مال کدوم جمله است؟ میگه اولی. خب پس اونو باید این ورژن بکنی. Not only did I get enough but also شم بذار دیگه. بچه ها در عامیانه در گفتار بعضی ها but also رو اصلا نمیذارن، یا بعضی وقتا طرف but رو میذاره also رو نمیذاره، یا also رو میذاره but رو نمیذاره. غلط نیست، اما درست و بدون دردسرش اینه که شما اون but also رو هم قرار بدی. Not only do I work out، تبریزیم هستم من مطالعه. چرا ام گذاشتی الان؟ بازم میگم خود توضیح بده. من الان میگم ام، هیچ توضیحی ندارم برای گذاشتن ام. آفرین، دو میخواد. حالا من توضیح میدم چرا دو. چون که تو جمله شما وقتی میخوای بگی درس میخونم میگی آی استادی. مگه تو جمله آی استادی اموئیز و آر داره که با اموئیز و آر سوالیش میکنی؟ نداره. پس دو و داز میخواد. خب یه دونه هم با کن بگیم بچه ها. نه تنها میتونم فلان کار رو بکنم بلکه میتونم فلان کار رو هم بکنم. مثلا Not only can I can نه Not only can I speak English but also I can speak Spanish.
بله درسته، با not only اون همون گرامری که اول کلاس خوندیم هم میشه. اون گرامر بچه لازم نیست بپرسیم مثلا اون گرامر رو میتونیم جایی بذاریم، اونو همه جا میتونی استفاده بکنی. نه تنها من ماشینم رو میدم تعمیر بکنن، بلکه تصادفم داشتم. فقط توی زمانش باید حواست باشه. الان اینجا دید باید بذاری. نه تنها ماشینم رو دادم تعمیر کردن، بلکه تصادفم داشتم. جمله گرامری درسته، ولی خب معنیشو باید شمایی که میسازی دیگه. Not only can I speak, but also I can teach it. Not only can I play, but also I can play. میرزاپور got I. شما وقتی میخوای سوالی بکنی فعل جمله رو میاری اول جمله، got I. got یه فعله. مثلا شما میخوای بگی I work، work رو میاری اول جمله میشه سوالی. شما باید یه دونه دو داز و دید بذاری. Not only can I drive but also I can smoke. سماک منظور چیه؟ Not only does she clean the room but also she studies. اس سوم شخص. Not only can I speak German but also I can write German. سیگار کشیدن smoke. S-M-O-K-E. Not only can I get my house painted, but also I can get my furniture changed. Not only should I work hard, but also I should do my homework. Not only do I get, اگر گذشته است, did I get. جمله گذشته با دید سوالی میشه. Do برای حاله. I work, do I work. I worked, did I work. اینم got گذشته get مگه نیست. پس میشه did I get. Not only can I swim, but also I can ride a horse. خب حالا یه دونه با صفت بگیم بچه ها. فرض کنیم بذار جمله اینم ببینم. Not only have I been engaged but also I've been in Canada. خب بچه ها جملتون باید منطقی هم باشه. نه تنها engaged من خونم. نه تنها من در انگلستان بوده ام. باید بگی Not only have I been to England but also I have been to Canada. میخوای بگی کانادا بودم، آمریکا بودم، فلان کشور بودم، فلان مغازه بودم، در فلان مکان بودم، اینا میشه been to. این مال یه درس دیگه است، مال حال کامله. خب فرض کن شما با یه نفر داری صحبت میکنی، خب میخوای یه ذره سرزنشش کنی، میگی نه تنها تنبلی بلکه خیلی هم پر روی، یا همچین جمله ای. نه تنها مثلا چی بگیم، خودتون بگین، شما بهتر بلدید. یه نفر رو سرزنش کن. یه نفر میگه آقا من مثلا من ورزش نمی کنم. میگم یعنی چی ورزش نمی کنم؟ هم چاقی هم خیلی بد هیکل، باید ورزش بکنی. پس ترجمهش اینجوری هم میشه، هم اینجوریه هم اونجوری، هم میتونم انگلیسی حرف بزنم هم اسپانیایی. نه تنها انگلیسی میتونم حرف بزنم بلکه اسپانیایی هم میتونم. انگلیسی که میتونم حرف بزنم هیچ، از اون ور اسپانیایی هم میتونم. Not only have I been an engineer but also I have been a teacher. Not only had I seen
a comedy film, but also I'd seen horror films. British و American اینا رو بچه ها رعایت بکنید. Not only are you hungry, but also you are too selfish. Angry. Not only are you rude, but also you are useless. Not only are you rude, but also you are lazy. Not only are you lazy, but also you are crazy. Not only are you lazy, but also... مثلا میگه نه چرا منو ترک میکنی؟ چرا؟ یه دلیل بیار. میگه دو تا دلیل برات میارم. نه تنها اینجوری هستی، بلکه اونجوری هم هستی. Not only are you dumb, but also you are... Not only are you impolite... Not only did I went نداریم. Did I go. وقتی do و does و did بیاد، فعل شما باید برگرده به حالت اول. Not only did I go. هر دو تا سمت هم سعی کنی یکسان باشه. وقتی این ور گذشته ساده است، اون ور هم گذشته ساده. Not only are you lazy, but also you are ugly. یعنی اینجوری چرا منو ترک میکنیم؟ به دو دلیل، هم تنبلی هم زشتی. Not only are you late، نه تنها دیر کردی، بلکه carefree هم هستی. Not only don't you speak English، but also you can't. بچه هر دو تا سمتش رو یکسان بذارید. اینور گذشت، این ور مثلا حال ساده است، اون ورم حال ساده بذار. این ور کنه، اون ورم کن بذار. برای منفیش بچه ها، برای منفیش don't و اینا معمولا نمیذاریم. منفیش رو اینجوری میگیم: can I not, should I not, will I not, am I not, do I not, will you not, do you not, does she not. Not only do I not work, but also I don't study. Not only do I not help, not only are you not lazy, not only should you not come, نه تنها نباید بیای، بلکه باید همینجا بمونی. Not only should you not come, این شکلی منفی میکنیم. خیلی خوب. سلام، رامین موسوی هستم، مدرس انگلیسی. بچه ها حتما میدونین که ما در فارسی صفت رو بعد از اسم قرار میدیم. مثلا میگیم که خانه بزرگ، نمیگیم بزرگ خانه. یا میگیم مرد قد بلند، نمیگیم قد بلند مرد. اما توی انگلیسی خب برعکسه، میگیم که a tall man یا a big house. این قانون با یه سری کلمات عوض میشه، مثلا someone, somebody, somewhere, something. مثلا میگم دوست دارم یه جایی برم زیبا. I would like to go somewhere beautiful. یه چیزی خوردم خوشمزه. I ate something delicious. من یه چیزی میخوام بزرگ باشه، یه چیز بزرگ. I need something big. یا یه چیز بزرگتر میخوام. I need something bigger. این مثلا لپتاپش کوچیکه، من بزرگترشو میخوام. پس وقتی که از something, someone, somewhere استفاده میکنی، صفت و بعد. سلام، رامین موسوی هستم، مدرس انگلیسی. بچه ها اصطلاح امروز ما به این معنیه: آروم و آهسته و با دقت انجامش بده. مثلا میگم که please be careful, those things are so fragile. Please put them down so carefully. So easy does it. So easy does it. پس این easy does it یعنی این که خیلی آروم و با دقت انجامش بده. مثلا میگم که he's very sensitive about his car. Please park the car so carefully. So easy does it. So easy does it. به آرامی و با دقت و آروم انجامش بده. مراقب باش. There's a baby in the back seat.
You need to drive slowly. So easy does it. بگم که آیا تا حالا فلان کار رو کردی؟ تا حالا تجربه ی انجام یه کاری رو داشتی یا نه؟ یا اولین بارته یا اصلا نه نکردی این کار رو؟ به عنوان مثال میگم آیا هیچ وقت گربه دیدی؟ Have you ever seen a cat؟ شما در جواب اگر کوتاه بگی میگی No, I haven't. اون have باید منفی بشه. فعل کمکیمون اونه. Yes, I have. یعنی بله. دیده ام. این have به معنی دارم و ندارم نیست. این الان خلاصه یا کوتاه شده اون Have you ever seen a cat؟ یعنی خلاصه این پایینی است. Yes, I have. Yes, I have seen a cat. No, I haven't. I haven't ever seen a cat. هیچ وقت گربه ندیدم. وقتی که میگی یه کاری رو هرگز نکردم، خود اون never منفیه بچه ها. خب؟ خود اون never منفی هستش. واسه همین دیگه اون haven't نمیشه. No, I haven't. Never غلطه. Never خودش منفیه دیگه. اما اگر شما جمله تو به شکل منفی بنویسی، اون وقت ever میذاری. میگی نه، هیچ وقت گربه ندیدم. I haven't ever seen a cat. در ضمن ما اینجا داریم که مثلا میگی آره گربه دیدم. خب میگم چند بار گربه دیدی؟ میگی که من یه گربه رو دیدم مثلا یه بار. Once, twice, دو بار. Three times, four times, seven times. یا مثلا many times. یعنی یه بار دو بار رو بگیم once, twice. بقیهش رو بیایم بگیم once, twice. بقیهش با times میاد. یعنی دفعه. سلام، رامین موسوی هستم، مدرس انگلیسی. بچه ها بعضی وقتا ما میخوایم غر بزنیم و شکایت بکنیم. مثلا میگم که ببین این روزا چه مشکلی داری؟ با چه چیزی حال نمی کنی؟ میگم ببین دیدی بعضی سیگار میکشن تو خیابون؟ اه اه کاش اینا سیگار نمیکشیدن. غر دارم میزنم. I wish they would stop smoking. دیدی بعضی بلند بلند صحبت میکنن پای تلفن؟ ای کاش اینا یه ذره آروم صحبت میکردن. I wish they would speak quietly. یا میگم دیدی بعضیا همش غر میزنن. I wish they would stop nagging. ای کاش یه دقیقه دست از غر زدن بردارن. پس اینجا حالا چرا این شکلی باید غر بزنم؟ چون غری میزنم که میدونم که درست بشه و نیستش. من مثلا جلوی اینو بگیرم اونو بگیرم. حالا شما یه غر بزنید بگیم ببینم ای کاش چه کسی چه کاری رو انجام نده. سلام، رامین موسوی هستم، مدرس انگلیسی. بچه‌ها یه اصطلاحی تو فارسی داریم میگیم آپولو که هوا نمی‌کنی. وقتی به این نفر این رو میگیم که اون طرف یه کاری رو جوری داره انجام میده که انگار پیچیدش داره میکنه، یه جوری وانمود میکنه انگار خیلی سخت داد و کار مهمی انجام میده. خب تو انگلیسی هم داریم میگیم It's not rocket science. It's not rocket science. مثلا میگم که It's not rocket science. It's all about putting the ball in the basket. یه کار خاصی انجام نمیدی که فقط اون توپو باید بندازی توی سبد. بسکتبال همینه دیگه. It's not rocket science. خیلی سخت نگیر. سلام، رامین موسوی هستم، مدرس انگلیسی. بچه‌ها این روزا من همش تو سرمه که یه اپل واچ بخرم. میدونم من به دردم نمیخوره، میدونم اصلا به کار نمیاد. خب گوشیم هست دیگه، یه ساعتم دستم باشه و همون کارمو انجام میده، ولی یه کرمی هست اونجا میگه بخر بخر بخر. حالا دوستم به هم میگه ببین یه دونه بخر اون کرمه راحت بشه، بعد دیگه میفهمی که دیگه لازم نداره، این از سیستمت خارج میشه دیگه، بی خیال میشی. به هم میگه buy one apple watch so you can get it out of your system. دیدی بچه های میگن من اینو میخوام من اینو میخوام، میگم ببین به درد نمیخوره، میگیری پشیمون میشی. اونجا شما باید یه دونه براش بگیری که دیگه تا ابد این رو دیگه از سیستمشون خارج بکنن. پس میگم let the kids run around the house so they will get it out of their system. بذار بچه ها بدون دور خونه تا از این سیستمشون خارج بشه. سلام، رامین موسوی هستم، مدرس انگلیسی. بچه ها ما یک عبارتی داریم به اسم in case، یعنی دوتا کلمه است in case. به این معنی میتونه باشه، به این معنی ها
نکنه یه وقت شاید ممکنه محض احتیاط احتمالش هست. بستگی به جمله میتونه ترجمه مناسب خودش رو داشته باشه. مثلا میگم که به احتمال اینکه بارون میاد، نکنه یه وقت شاید احتمال میدم محض احتیاطی که بارون میاد من با خودم چتر برمیدارم. In case it rains I will take an umbrella. و نکته مهمی داره بچه ها، in case در جمله‌ای که خود اون عبارت in case هست، یعنی in case it rains، شما اینجا نباید will بذاری. خب با اون ور کاری ندارم، اما مثلا میتونی بگی it I will take an umbrella یا I took an umbrella یا I am taking. اون گرامرش بحثش جداست، ولی تو این قسمت in case شما نباید will بذارید. یه مثال دیگه میگم که به احتمال اینکه تو یه وقت بخوای برگردی، ممکنه شاید ممکن، اینجا نمیگم مثلا نکنه برگردی، خب من منظورم این نیست، میگم احتمال میدم چون برمیگردی، in case you come back من این شماره رو به تو میدم، I will give you my phone number، من شماره موبایلم و تلفنم رو بهت میدم. یا مثلا میگم به احتمال اینکه تو برگردی من در رو باز میذارم که خودت بیای داخل، in case you come back I will leave the door open، من در رو باز میذارم. خب حالا شما به من بگین بچه ها، وقتی که میرین بیرون، وقتی که از خونه خارج میشین، با خودتون چی برمیدارین و چرا، محض چه احتیاطی؟ مثلا اینجوری میتونی جمله بسازی، جمله خودم رو میگم، I will take some money، با خودم مقدار پول برمیدارم. اینجا باید بگم in case، به احتمال اینکه، محض احتیاط اینکه، I need to buy something. یا مثلا میگم من با خودم یه چاقو برمیدارم به احتمال اینکه بخوام میوه بخورم. I will take a knife with me in case I wanna eat some fruit. خیلی خوب، حالا شما جمله بسازید، نوبت شماست. بچه ها یادتون نره صفحه اصطلاحات انگلیسی من رو هم دنبال بکنین، EDM رامین، یه صفحه‌ای هستش که فقط در اون اصطلاحات انگلیسی قرار میدم. خب شما الان اینجا داری یاد میگیری که مثلا این گرامر رو این شکلی باید استفاده کرد. خب حالا احتیاج داری یه سری اصطلاحات رو هم بدونی. اگر لغت میخواین که خب توی اون استوری هام هر شب براتون میذارم، اگر که اصطلاح میخواین توی این پیج هر شب براتون اصطلاح قرار میدم تا بار اصطلاحاتتون هم بیاد بالا. اصطلاح خالی به درد نمیخوره، دیدی صفحاتی هستن مثلا یه اصطلاح میذاره hit the sack، خب hit the sack حالا فهمیدی، حالا چجوری باید ازش استفاده بکنی، این گرامرش شکل نمیشه، بگم I hitting the sack، I am hitting the sack، I have hit یا I have hit the sack، چجوری باید اینا رو ازش استفاده بکنیم، من will بذارم، gonna بذارم، این بخشش میشه گرامر که توی انگلیش رامی یاد میگیریم. سلام، رامین موسوی هستم، مدرس انگلیسی. بچه ها حتما میدونین که ما در فارسی صفت رو بعد از اسم قرار میدیم. مثلا میگیم که خانه بزرگ، نمیگیم بزرگ خانه، یا میگیم مرد قد بلند، نمیگیم قد بلند مرد. اما توی انگلیسی خب برعکسه، میگیم که a tall man یا a big house. این قانون با یه سری کلمات عوض میشه، مثلا someone، somebody، somewhere، something. مثلا میگم دوست دارم یه جایی برم زیبا، I would like to go somewhere beautiful. یه چیزی خوردم خوشمزه، I ate something delicious. من یه چیزی میخوام بزرگ باشه، یه چیز بزرگ، I need something big. یا یه چیز بزرگتر میخوام، I need something bigger. این مثلا لپتاپش کوچیکه، من بزرگترش رو میخوام. پس وقتی که از something، someone، somewhere استفاده میکنی صفت رو بعدش میذاری. بچه ها ما توی فارسی میگیم که به اتوبوس نرسیدم، اما تو انگلیسی میگن که اتوبوس رو از دست دادم. حالا اتوبوس، قطار، قایق، کشتی یا هر وسیله نقلیه دیگه. مثلا اگر من بخوام بگم به قطار نرسیدم میگم I missed the train. حالا اگر بخوام بگم به قایق نرسیدم و قایق دیگه ترک کرد، نتونستم سوارش بشم، میگم I missed the boat. حالا فقط درباره قایق داریم صحبت میکنیم، قایق و کشتی و اینا. این یک اصطلاح هم هست.
اگر که شما قایقی رو از دست بدی، یعنی این که اون فرصت مناسب رو از دست دادی. مثلا من میگم که ببین این خونه رو نخریدی و این فرصت خوب رو از دست دادی. You didn't buy the house and you missed the boat. اینو بخر وگرنه قایق رو از دست میدی، به قایق نمیرسی، فرصت رو از دست خواهی داد.